نکته ای که بعد وجود داره که مهمه صحبت هایی که این برنامه سینمای اوج دوباره مطرح کردن مهمانی دعوت کرده بودن به نام دکتر هادی برهانی این هادی برهانی کیه ایشونه این چیکاره است بذارید من اینو خود تصویر کوچکتر کنم ببینید هادی بحرانی رو این هادی بحرانیه هادی بحرانی استاد دانشگاه مطالعات جهان در دانشگاه تهرانه و در حوزه اسرائیل شناسی هم خب مطالعات عمیق تری داره نسبت به بقیه این جریانات مذهبی که من دارم صحبت رو گوش میکنم چون ما در دانشگاه تهران دو تا حوزه داریم یه حوزه فلسطین شناسیه یعنی طرف رفته کلا تخصصش اینه که دعواهای بین گروه های فلسطینی رو یا ماهیت فلسطین رو بشناسه جریانات مختلف یه رشته دیگه داریم اسرائیل شناسیه یعنی اینا صرفا میخوان برن برن جهنیت حالا مختلفه یهودیان يهودی. ارتودکس چی هن فوق ارتودکس چی هن؟ پلاس ارتودکس چی هن یهودی های سکولار چی میگن اینا رو بره بررسی کنه آقای هادی برهانی جز اون اسرائیل شناساست این خوب اسرائیل رو بهتر میشناسه برای همین مزخرفاتی که شما مثلا عموما از زبان بچه مذهبی ها میشه این هم خودش مذهبی ها خودش جوت مریضای شیعه است اما این کمتر میگه اینا یعنی جو دقیقه حالا بحث گروگاناست یه چند تا آیتم من ازش برداشتم و از صحبت 6 تا 7 تا 7 تا آیتمش رو برداشتم کوتا کوتا که اینو با هم بررسی کنیم توی نیم ساعت آینده که خیلی جالبه گوش کنیم اینجا رو در باب گروگان ها صحبت میکنه همون صحبتی که من کردم گروگان ها در حقیقت اسرائیل نیست و نباید هم باشه چون بحث وجود اونجا مطرحه بحث موجودیت اسرائیل مطرحه و ایشون هم آقای هادی برهانی میگه گوش کنیم وزیر دارایی هم اینا تصریح کرد گفت اولویت اول ما این نیست که حالا خیلی هم بهش اعتراض کردن ولی واقعش اینه که به نظر میرسه خب اونا بر اساس یه درک میشود گفت درستی که دارن اینه که اعتقادشون اینه که درک درستم گفت میگه درک درستی دارن قضیه گروگان ها الان برای دولت مهمتر از مسئله نیست بسه مثل موجودیت موجودیت اسرائیل در خطر امنیت اسرائیل در خطر و اون باید اولویت باشه و از نظر اینا خب واقعش اینه که جان این صد نفر و صد و سی نفر خب در برابر اصل نظام اسرائیل و امنیتش و اینا چیز کم اهمیتتری هست اگر ما بخویم بس انسانی و اینا رو بذاریم کنار ببخشید یه نفسی هم کشید این وحید خذاب خیلی جالبه تو این برنامه حالا هفت تا ها من ورداشتم البته میتونستم آیتم های بیشتری وردنم ولی هفتاش برام جالب بود تو تمام چیزهایی که هادی برهانی میگه چون به مزاق خذاب خوش نمیاد و وعیر خذاب میخواد بیاد مالکشی کنه تو تمام حرفای حادی برهانی آقای وحیر خذاب بلند میشه و میاد و در مقام مخالف نقض میکنه مثل همین الان دیدی چه هایی کشید وعیر خذاب صداش میاد اینجا گوش کنید اسرائیل و امنیتش و اینا چیز کم اهمیت تری هست اگر ما بخوایم بس انسانی اینا رو بذاریم کنار ببخشید آقای دکتر یعنی این داره حرفایی رو میزنه اینو به امیرزه حالا وعید خطا برای مهم نیست چون همه چیزاش مخالفت کسی رو چون اسرائیل باید ببخشید چون میخوام همینجا دقیقا مربوط به همین موضوع هست من الان این رو باز کردم جلو نذاش صحبت کنه دیگه الان این برمیگرده مخالفت میکنه و اسرائیل دموکراسی اینستیتوت که راجعه به خب ولش کن وقت و اعصابش ندارم امشب شبای پیش قهوه ایش کردم امشب کمتر قهوه کنم بر میگه میگه نه برای اسرائیل ها چیز اینا شکست خورده اینا میگه, میگه می آقا بحث موجودیت اسرائیل برای همین در بحث موجودیت ها مهم نیست ولی خذاب باز میخواد مخالفت کنه مهم نیست اینجا هم دوباره بحث ها جالبه گوش کنیم 5 درصد مخالفند در چپگراها باز میبینیم چپگراها اونهایی هستند که به ایده چیز نزدیک کردن آقا بدن همین همین آمار این تصحیح کننده نظر آقای دکتر دیگه آقای دکتر میگه اولویت این که در واقع بقا... این یک سر آمار میخونه از روزنامه و فلان ده دقیقه یعنی صحبت اون مهمان رو قطع میکنه ده دقیقه زر میزنه بعد همین زر میزنه این یارو روح الله رزوی میگه او چرا چرت پرت میگی همین حرف اینو ثابت میکنه دیگه همین چیزایی هم که تو داری میخونی حرف برهانی رو ثابت میکنه قضیه موجودیت اسرائیل الان برای خب دولت اسرائیل منطقیه که اولویت باشه نه بحث گروگان دا سیاسیون دارن یه استنباطی از فضای جامعه میکنن که اولویت مسئله تبادل اسرا او نیست اولویت اینه که جنگ رو باید ببریم جلو همین آماری که شما در مورد یهودی یه دارید می میفرمایید میگید آقا 35 درصد موافق یک تبادلن 37 درصد به 55 درصد به پنج و پنج درصد دیگه آید مجموع دار... یهودی مجموع یهودی بازم داره چیز میکنه پافشاری میکنه ببینید بعد از 5 ماه این بچه شیعه عقب افتاده حرف درست و از زبان همکیش و همباور خودشون هم نمیخوان بشنون اصلا چیز عجیبیه ببین تمام این چیزهایی که اینا امروز داده بعضا با لکنت زبان میگن تیم رودست پنج ماه پیش با سراحت و از واژه قطعی استفاده کرده یعنی ما گفتیم قطعا این میشه قطعا فلان میشه و با یک زبان سریح حرف زدیم بعد از پنج ماه که بعضی ازشون فهمیدن با لکنت زبان دارن میگن باز نمیخوان بپذیرن چیز واقعا شگفت آوریه تو دقیقه بعدی دقیقه 22 این آقای برهانی رسما میگه که این چیزایی که ما میگفتیم که مردم پشت آقای نتانیاهو نیستن چرند است و مردم به شدت امروز پشت نتانیاهو هستن ببینید من شبای پیش اومدم گفتم مردم پشت نتانیاهو هستن دیگه خب اینجوری استنباط میشه شاید امید دانا رو الان جیبش پر پول کرده نتانیاهو امید دانا داره میان مالکشی نتانیاهو کنه در شرایطی که فضای رسانه‌ای همه دارن میگن نتانیاهو وضعیتش در داخل بسیار بقرنجه این امید دانا پروژه گرفته که مثلا نتانیاهو رو سفیدشویی کنه حالا دیگه اینا رو میگن دیگه یه هر کسی با خطکش اندازگیری شخصیت نازل خودش بقیه رو اندازه میگیره دیگه نه آقا ما اگه میخواستیم خودمون رو بفروشیم جلوتر از این حرفها خیلی موقعیت ها بود اولا بالاخره اون یکی که پسر شاه بود بعد محمد السلمی هم که سال 2014 آمد تو اپوزیسیون وست بود بالاخره به نفت های آرامکو و پول نفت عربستان آدم خودش رو به بالاخره رضا پهلوی بفروشه با محمد السلامی محمد رسلمی پول داره رضا پهلوی هم بالاخره یک هجمون نستالژیک داره دیگه آدم خودش رو به اونا میفروشه دیگه بالاخره پسر شاهه هر کاری بخوایم ما اهل فروختن نیستیم حالا حرفی که ما شب پیش می زدیم، متهم می شدیم به هواداری از نتانیاهو الان از زبان استاد دانشگاه تهران که مذهبی است هوادار جبهه مقاربته حالا زبان اون در میاد گوش کنیم مردم با این مخ مواخر... آمار هم دارید در خدمتتونم دکتر شما حالا نکات نظر سنجی رو آمارشو گفتم گفتم شاید شما نکته تکمیلی و تحلیلی سری آمار دارید در خدمتتونم دکتر اختیار داره بله واقعش اینه که همین که به اصطلاح نظرسنجی میگه اتفاقی که در اسرائیل افتاد حالا به قول خودشون میگن بزرگترین یهودی کشی بعد از هولوکاست خب این روی افکار عمومی در اسرائیل اثر بسیار شدیدی گذاشته درسته. و اونها خب به هر حال بسیار ناراحتن از این داستان و اون کسانی که اونها مسبب این از نظر اونا فاجعه میدونن که بالاخره بیش از هزار یهودی رو کشتن اینا خب مردم الان دشمنی سختی با اینا دارن نفرت از اینا دارن و کاملا اینا طرفدار سرکوب این هستن و همه اینایی که پای خزان فرمده اینو, ف... اینو به اصطلاح تایید میکنه یعنی حتی مایل نیستن که قضا بره کمک های انسانی بره حملات متوقف بشه کشتن فلسطینی ها متوقف بشه توافق با اینا صورت بگیره واقعش اینه که عامه مردم عصبانی ناراحت متنفر هستند و مایلن به اینکه یک سرکوب کامل صورت بگیره از کسانی که مسبب به اصطلاح این واقعه هفت اکتبر بودن بسیار. حالا الان در مورد موفقیت های ببین این آقای برهانی جز معدود آدمایی بود توی این جپه مذهبی که من مصاحبهش رو گوش کردم تقریبا میتونم بگم 90 درصد حرفاش درست بود اون 10 درصدی که اختلاف نظر دارم اختلاف نظر دارم اختلاف نظر با اینکه یارو داره چرت میگه دو تا بحثه یعنی اون ده درصدی که گفت من اختلاف نظر دارم باهاش نه اینکه بگم چرت میگه یه زمانی ما شاید مثلا با دوستان خودمون هم اختلاف نظر داشته باشیم ولی یه زمانی طرف مقابل اینقدر پرت میگه من دیگه نمیگم اختلاف نظر داره میگم داره رسما هزیان میگه ولی این آدم آی برهانی کلا استاد دانشگاه تهران هم بود خودش هم هوادار جبهه محور مقاربته خداییش هزیانی نگفت 90 درصد که اصلا داشت مسائل رو درست میگفت 10 درصد هم اختلاف نظرش. شاید اون درست بگه بگم تو اختلاف نظر اینه که اون داره یه چیزی میگه من باش نظرم مخالفه شاید هم اون درست بگه <applause> و خب این خیلی مهمه نسبت مثلا به خیلی از این آقاین مذهبی که رسما دارن هزیان میگن این هم نکته جالب بود تو دقیقه 25 اینجا هم موفقیت های نتانیاهو پرده برمیداره آقای برهانی و <applause> در نگاه نگاهایی که طرف اسرائیلی الان داره سره تو بخش اونجا که گفتش که بله مردم اسرائیل الان میخوان که دهن غزه سرویس شه یعنی کلیت مردم میخوان که این جنگ ادامه پیدا کنه حالا اینجا موفقیت های خود نتانیاهو ها رو میگه بله یه نکته من ارز کنم فقط در ارتباط با بحث قبلی این که در مورد نتایج من ارز کردم واقعیش اینه که اون چیزی که من الان یادم است تیتری از هارس من دیدم که درش اومده بود که اولترا ارتدوکس ها و سحیونیست مذهبی مثلا نتایج نشون میده در موقعیت خوبی هستن اینو من تیتر هارس رو یه تیت حداقل به اصطلاح دیدم در مورد خدمتون شود این مذاکرات خب به نظر من ببینید دولت ناتانیاهو در این حرکت اخیرش حالا اگه بخویم سراحتا صحبت بکنیم یک مانور موفقی داشت و اون داستان حمله به رفح بود که به هر حال اگر اینا آف. حاضر نشن فلسطینیا که به هر حال تن بدن بش... حالت خراب شد تا که <applause> حالش خراب میشه اون تفلک شرایط دولت اسرائیل ما... میگه نتانیاهو خارش اینم که انگوشش اینجا البته این یه مقدار فهمیده بهتون بگم این رزویه یه خود دوزایی شد خزام هم میدونه دو همچنان میخواد ماله بکشه اون سطح ماله کشه ولی این خیلی دکتره خیلی اکادمیک داره صحبت میکنه خیلی واقعیت های میدانی رو داره بیان میکنه به هر حال اگر اینا حاضر نشن فلسطینیا که به هر حال تن بدن به شرایط دولت اسرائیل ما به رفع حمله میکنیم شروع کردن تبلیغات شدید در مورد این داستان و حتی یه حملات محدودی هم شد من فکر میکنم البته خیلی مخالفت های جهانی برانگیخت ولی تصورم اینه که تاثیر داشت در این که حماس مطالبات خودشو کم کنه و از اون موازهی که داشت تا حدود عقب نشینی که خودشون هم یک همچین زمینی گفتن ما به خاطر مثلا اینکه مردم اون گرسنگی نکشن و رج نبرن حاضریم که مثلا هر کاری بکنه یه همچین تارید. خب خیلی نکته مهمی رو میگه ببین میگه نتانیاهو با پیش کشیدن بحث رفع با اینکه جامعه جهانی دهنش سرویس کرد و پروپاگاندا کردن علی نتانیاهو اومدن سیاه نمایی کردن مهم نیست برای نتانیاهو با پیش کشیدن بحث رفع که گفت من حرف هیچ کسی رو در دنیا حتی آمریکا رو هم گوش نمیکنم به رفع حمله میکنم حماس مجبور به عقب نشینی شده منتها به این بهانه که آقا مردم گرسنه غلط کردی تا اگه فکر مردم بودی که تو این 17 سال براشون پناهگاه درست می‌کردی حماس جدیدا میگه به خاطر گشنگی مردم میخوام یه جایی کوتا بیام تو اگه فکر به خاطر گشنگی نیست ترس از شورشی است که از قبال گشنگی مردم غزه تو رو تهدید میکنه نه به خاطر گرسنگی مردم شورشی که از قبال گرسنگی مردم غزه حماس رو تهدید میکنه حماس داره عقب نشینی میکنه و ترس از اینکه نتانیاهو وارد رفح بشه دیگه آخرین پایگاهتونه دیگه پس اینا چیزایی نیستش که تو بخوای بگی نه من بخاطر مردم دوستی تو تو این 17 سال یک متر یک متر 400 کیلومتر برای خود تونل درست کردی یک متر برای مردم غزه تونل درست نکردی تو اگر مردم رو دوست داشتی زمانی که اعلام عملیات هفتم اکتبر کردی بعد به این فکر میکردی بعدش بعدش چی میشه من این مردم که پناهگاه درست نکردم تو اگه فکر مردم غزه بودی همین الان با لباس نظامی مردانه میجنگیدی با اسرائیل نه اینکه با لباس مردم عادی به جنگی که سرواز اسرائیلی تو رو با مردم عادی با اون کودک فلسطینی نتونه تشخیص بده و شاید اشتباهی تیری در بکنه و کودک غزه ای کشته بشه که کشته شدن تک به تک کودکان غزه گردن هماسه چون با لباس نظامی نمی جنگه پس بنابراین این که تو الان کرنش کردی بعد از اینکه نتانیا من وارد رفح میشم ترسد از قبال شورشی است که بابت گرسنگی ایجاد خواهد شد که همین یعنی الان تو شمال غزه و اینا دیدیم دیگه تظاهراتا شروع شد تظاهرات های ضد حماس آغاز شد و ترس از اینه که پایگاه تو تو هم رفع از دست بدی اینجا ترسیدی کرنش بابت اینه لذا اینجوری به نظر میرسه که الان یه خورده کوتاه اومده و خب با آتش موقت الان موافقت کرده حال کردید حال کردین من وقتی که بحث آتش بس اخیر شد یه دونه مقاله کوتاه نوشتم دیگه توی چی و بعدم برنامه ساختم گفتم گفتم این بار آتش بس به نفع اسرائیله چون رمضان رد میکنه ببین تحلیلات چقدر دقیقه گفتم رمزان رد میکنه و در این شرایط این مجموعه به نفع در کلیت اسرائیل البته یه نفعی هم برای حماسه که یک نفسی میکشه یه خود خوش بازیابی میکنه اما نفعی که به اسرائیل میرسه که قضیه یه فشارهایی که از رمضان میتونه ایجاد کنه اینا رد کنه خودش هم بالاخره یه بازیابی بکنه نیروهاشو بعد یه بخشی از گروگانهاش آزاد بشن از شر فشار خانواده ها برش کم بشه و غیره این برام که برنامه ریزی جدی تری بکنه برای حمله به رفح و اسکان دادن مردم رفح به جاهایی به مننده المواسی و غیره این کلیتش به نفع اسرائیله من اینو گفتم دفعه پیش میگفتم آتش بس بشه به ضرر اسرائیل این بار گفتم به نفع اسرائیل حالا کارشناس مذهبی داره تایید میکنه میگه بله حماس کم آورده <laughs> حماس کوتاه اومده دقت کن اینجا خیلی خوبه رسه که الان حماس یه خورده کوتاه اومده و خب با آتش بس موقت الان موافقت کرده و نه آتش بس دائم ظاهرا تو این بحث جدید این چیزی که اعلام شده دیگه بحثی از فعلا عقب نشینیه به اصطلاح اسرائیلی ها از قضه نیست و یک دوره موقت مثلا نمیدونم چل روزه است که شاید هم برای حماس و فلسطینی ها هم برای اسرائیل به نوعی مطلوب باشه برای اسرائیل از این جهت مطلوب که خب یه تعدادی از اوسرا رو آزاد میکنه یک فشارهای بین المللی رو خودش کم میکنه آمریکا به هر حال الان ظاهرا فشار به خاطر دقیقا انگار تحلیل ما که نوشتیم برنامه ساختیم هفته پیش رو تحلیل ما داره میگه خیلی زیادی گذاشته و حتی دیدید در اظهار نظر جدید آی بایدن روز دوشنبه گفت که تا دوشنبه آینده من امیدوارم که این کار انجام بشه به نهایی بشه این توافق که اسرائیلیا دفتر ناتانی ها گفتن اصلا ما تعجب کردیم اصلا چنین قرار بین ما نبوده یعنی به نظر میرسه یک طرفه دیگه آمریکا داره به ناتانی میگه آقا این تاریخ باید باشه و تمام بشه تا اینجا خب اینا میتونه فشار آمریکا اینا رو هم کم بکنه و و بعدش هم این ماه رمضانی که در پیش هست که هم غربی ها و هم اسرائیل نگرانش هستند که اگر حملات در این ماه ادامه پیدا کنه با توجه به این که ماه رمضان به هر حال یه ماهیه که برای مسلمان ها ماه جنبش و گرد هم اومدن و اجتماع و اینهاست هاست و توجه به مسلمان ها و مسائل اسلامی خب خیلی نگران هستند که واقعا در میان کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی خروشی و حتی در حدی انفجاری صورت بگیره که okay. همون هفته پیش ما برنامه ساختیم هفتش در روز پیش دقیقا همینو گفتیم مجموعه حالا استاد دانشگاهشون داره دقیقا واجب به ای که ما اومدیم تحلیل کردیم و بیان میکنه یعنی کار درست تیم رو دست از واقعیت های میدانی اینجاست که ببین کسایی که به من اتهام میزنن که تو داری از اسرائیل پول میگیری فلان اوکی okay. این تحلیل من از زبان استاد دانشگاه تهران در حقیقت مدافع محور مقاربت داره در میاد من برگشتم گفتم حماس کم آورده این آتش بس با این ابعادی که داره بحثش میشه این به نفع اسرائیل است دلایلی آوردم چرا به نفع اسرائیل است دونه دونه اون دلایل داره پس ایشون هم اسرائیل دیگه اینا مامور است. تا این شوی خود آکادمیک تر و بدون هیجان صحبت میکنه. بنده بابت اون فضای یوتیوب و اینا با هیجان بیشتری صحبت میکنم. من البته یه هدفی هم دارم که یه نمکی باشم رو زخم بچشیه لذت میده. با یه لحنی هم صحبت میکنم که همینا رو به چشونم هم دل شما ایران پرستانو خنک کنم. اصل موضوع ولی همونه. این ج... اصلا فرقی شما من بعد برنامه خودم رو در بیارم. با برنامه این استاد بزنیم کنار هم دیگه. پشمای آدم میریزه دیگه محتوا یکیه نوع اجرا فرق داره <applause> مطمئن ما کی برگشتیم گفتیم حالا همینی که میگه اون ولی می خذاب تحمل نمیکنه اون میخواد چیز کنه روز به مرسی بابت استیکر و استیکرشون هم تقدیم کردم به جناب دولتشایی و پارس زنده باشید همین حالا چیزو در حقیقت تحمل نمیکنه وعید خذا خیلی جالبه پافشاری میکنه رو فهمیدن و میان مخالفت میکنه با این آقای برهانی اگر بخواد وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه لذا به اسرائیل هم به نفش هست که این ماه رمزون رو بدون درگیری پشت سر بذاره و اگر کاری میتونه بعد از ماه رمزون برای حماس هم که خوب جان در مورد اوسرایی که قرار تبادل بشه چی؟ یعنی به چه جنبندی تو همین وضعیت آتش پس موقت قرار برسن تعداد مشخص شده خب. طرف... حالا اینجا شگه مهم نیست بریم دقیقه 31 که وید خذاب خیلی به هم میرزه از صحبت ایشون و تلاش میکنه که مالکشی کنه و میاد میگه نه حالا اینطوری نیست اونطوریه و اینجا یه مالکشی جالب میکنه از عقب نشینی هماس باز اشاره کردیم ممکنشون کسی نیده باش برنامه قبلی رو اشاره بکنم هماس قبلا میگفت مرحله اول مرحله دوم و مرحله سوم که در این سه مرحله تمام اسرای فلسطینی در برابر تمام اسرای اسرائیلی آزاد بشن از دو طرف یه مرحله چهارمی هم خواهد داشت که پایان جنگ و بحث بازسازی و اینهاست okay. و تاکید این بود که اولا راجع به هر چهار مرحله الان رو وا بکنیم روشن بشه س... نتانیا نتانیاهو هم انگشت وسط بین دو تا انگشترمو نشون داد خب بگو ثانیا یک جا باشه یعنی در به یک کتاب نه... اجراش هم یک جا باشه دیگه شروع شد این از مرحله اول تا چهارم مثلا اگر چهار تا چهل و پنج روز متوقف بشه جنگ تا نهایتش بشه پایان جنگ از الان دیگه شروعش آه. یک دست شروع میشه شروعی در واقع همشه نه یک دو سه آه. چهار اسم دیگه و نه همش دیگه شروع میشه اون چیزی که کوتاه اومد این بود که پذیرفت اولا مرحله به مرحله مذاکره بشه یعنی اولا راجع مرحله اول مذاکره کنن یک ثانیاً طبیعتا اجرا هم راجع مرحله یک باشه یعنی چی یعنی ممکنه قشنگ چیزی که قابل فهم ها دو سه شاخ و برگ میده بعد خودش هم میگه بله تو اینجا کم آوردیم خیلی یعنی خوشم میاد بچه شیعه مثلا ببین این خودکار افتاد اینجا الان چرا چی شد چه اتفاق افتاد آقای امید دانا خودکار تو انگشتش بود از قصی انگشت های خود را ول کرد خودکار افتاد هم شد حالا بچه شیه چجور تعریف میکنه ببینید خودکار البته باید ببینیم وزنش چقدر بوده خودکار وزنش مثلا مثلا ده گرم بوده این ده گرم و آقای امید دانا با دو انگشته حالا اشاره و شستش اولا اومدن بالا منطور دمانی که میخواستم بیانم بالا کتشون آبی بودش کتشون آبی بود یه تیشرتی پوشیده بود دو تا انگشتر هم انداخته بود و بعد حالا موهاش هم خب قبلش رفته بود سه شهار زنده بود اینا دو تا موبایل هم جلوش بود و داشت برنامهش اجرا میکرد چه ساعتی داشت برنامهش اجرا میکرد ساعت مثلا ده شب اروپا که میشه دوازه نیمه شب ایران حالا اینقدر توضیح توضیح همینجوری بعد میره قشن تاریخچه منو در میاره همه اینا رو توضیح میده بعد دو ساعت میگه بله خودکار حالا ایشون تازه انداخ زمین یعنی چجوری توضیح میدن لغمه رو میچرخونن پوفیوزا 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 هماس برگشت گفتش که آقا جان من زیر بار آتش بس موقت نمیرم آتش بس باید کامل باشد اسرائیل هم بر خاک غذا رو رها کنن نتانیا هم انگشت وسط نشون داد همینو وای خذاب هم میگوید اما چجوری میگوید دو ساعت ما رو منتر میکند ای توفت اون حلق تشنه امام حسینتون که 1400 ساله از قبال چرندیات شیعه و اسلام شما این همه کتاب نوشتید بعدم رو میگیریم شما پوفیوزا میگی ندیگه منابع شیعه رو خوندی پاشا بر حالا ما رو میفرستی دنبال نخود سیا پاشا برو ببین شیخ قومی چی گفته محمد باقر مجلسی چی گفته حالا هر کدوم از این دیوسام برای ما ده ها جلد کتاب نوشتن که چی بگن که این خودکاری که از انگشت من خود زمین رو دو ساعت توضیح بدن که بله امید دانا این خودکارش دستش بود منتها قبلش کت پوشیده بود قبلش هم رفته بود سه شعار زده بود و حالا قبل و فلان و دور بزنن و اینا تا دوباره برسم به سر سکانس اصلی که خودکار تو دست منه از این ساده تر نمیتونستم بگم که شیعه تا چه میزان پوفیوز است <تصفح> همینو میگه و خزابم همین حرفو الان میخواد بزنه حالا مخالفتم کرده با برهانی ولی این مخالفه هر سری مخالفت میکنه دو ساعت توضیح میده آخرم هم همون حرفو میزنه که رضوی یکی دو جا میگه میگه این که خب همون حرف آقای برهانی بود که متوقعت تو میخوای یه قرد ما رو منتر کنید واقعا شما واقعا پف مریضید مریض مرحله اول حماس قبل از این چی میگفت میگفت ما چیزی که منجر بشه پایان جنگ نشه رو اصلا بهش حرف نمیزنیم این خط قرمز ماست طرف اسرائیلی هم میگفت ما چیزی که راجع به پایان جنگ باشه اصلا راجع حرف نمیزنیم خط قرمز ماست حماس از اون خط قرمزش در این مرحله الان کوتاه اومده به این معنا یعنی چی یعنی پذیرفته درباره مرحله اول صحبت <applause> ما میدونیم یعنی چی پوفیوس بالاخره یه جای اعتراف میکنه حماس کوتاه حالا دوباره ده دقیقه همین رو توضیح میده ده دقیقه قبلش توضیح داد ده دقیقه بعدش توضیح میده وسطش حرف اصلی رو زد همین یه جمله است تموم شد به قول این آقای منچور نوزری یک کلمه آقا چراغش خاموش خوا. یک کلام است یک کلمه بگو خفه شو دیگه چرا شما شیعیان دوست دارید انقدر گه کنی چرا انقدر رو مخ مایی یک کلمه بگو حرام لقمه بالا من اعصابم قوی میشینم اینا رو گوش میکنم به خدا یعنی خیلی اعصاب قوی میخواد چون من اینا رو کامل گوش میکنم که مثلا اون چیزایی که لازمه نکات خوب در بیارم برای شما بذارم که ب... 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 واقعا انا عصبی میشه من بفهمید دونت وقت بابا شما پدر بینندگان خودتون در آوردید دو ساعت توضیح نداره که آقا من برنامه دو ساعته دارم ولی از من قبال این دو ساعتی که دارم ارائه میدم اولا نوع اجرام خب خاصه بالاخره بینه بود پادکست یکی از مسئله بعد ببینید هزار تا مسئله رو من دارم قشن باز میکنم هر کنوم کوتا کوتاه به نتیجه میرسونم اصلا نوع اجرای پولانی من اصلا زمین تا بارو میگه ماشین دارم دیگه جیان داره اونی هم که پرشه داره ماشین داره دیگه اونی که توی بیمارستان تو اتاق همه شکم طرفا پاره میکنه اونم دست به چاقوه اون داره لات تو کوچه خلوت هم که چاقو میکشه سر چال میدون اونم چاقو به دسته این کجا اون کجا برنامه ما کجا اینا کجا ببین حرام لقمه ها میپیچونن حرف اینه مزماز. حماس از اون خط قرمزش در این مرحله الان کوتاه اومده به این معنا یعنی چی یعنی, چی, یعنی چی شو دیگه ولش کن یعنی که اونجای مامانت تموم شد دیگه اوکی تموم تموم شد حالا دو ساعت تا میخوای تو حرف این آقای برهانی یا پری و اینا و البته بخش جالب ترین این از این مسئله من دو تا آیتم دیگه داریم اون تا آیتم بعدی چهار دقیقه از صحبت ها رو من بعد بزنم چون صحبت این مهمی بود آقای برهانی کرد اینجا بله در باز موفقیت های نتانیاهو خوب گوش کنید بله خدمتتون خوب خب نتانیاهو در هفته اکتبر به اصطلاح ضربه بسیار سختی خورد و واقعا دیگه بعید است در انتخاباتی خدمتتون ارز در اسرائیل پیروز بشه و بتونه به عنوان نخست وزیر بمونه اما در این حال باز ده همین تحولات چند ماه گذشته هم به نظرم نشون میده که این شخصی نیست که به آسونی هم این صندلی رو ترک بکنه و واقعش اینه که مانورهایی که داده و حرکاتی که کرده به نظرم نشون از برحال همون ذکاوتش و اون مهارتش در کار سیاسی هست دلی. گفت مهارت نتانیاه دقیقا چیزایی که من دارم تو این مدت میگم پس الان اینم الان چیه اینم معمول نتانیاوه پول دادم به شده اصول. بابا یارو محور مقاربتیه منتها داره تلاش میکنه به این بچه مذهبی از الان بگه که آقا بازی رو میبازیم خودتون آماده کنید که یه دفعه مثلا دیگه نریزید دیگه داره تلاش میکنه بهشون درست بده و تا اینجا خودشون نگه داشته و به هر شرایط روی شرایطی کرده که من دارم به هر حال این تهدید رو نابود میکنم در قزه و این در واقع مثلا رقبای من هستن که حالا یا مانع هستن یا به هر حال روی کردشون نسبت به مسئله یک روی کرده درستی نیست من تصورم اینه که این کارهایی که کرده مثلا همه خوص مانور اخیرش در مورد رفع که منجر شد به اینکه حماس عقب نشینی بکنه این احتمالا خب به نفعش در داخل اسرائیل تموم میشه ولی باز حالا پیش بینی برای آینده سخته ولی در عین حال همچنان ایشون مسئول اصلی اون شکست بزرگ 7 اکتبر که بعید اسرائیلیا به این آسونی اونو ببخشن ولی خب این در این شرایط بحرانی ممکنه که همچنان بدون اینکه انتخاباتی برگزار بشه ممکن این شرایط بحرانی را آنچنان اداره بکنه که باز اسرائیلیا و رقباش و گانس به این نتیجه برسن که فعلا به هر حال باز بهترین انتخاب برای اسرائیلیش اینه که باش ناتان یا خوش ساخن نیست این قرار نیست که هر کی خوش سخن حرفش هم درست باشه خوش ساخن نیست ولی داره دیتای درست میده تحلیل درست میده این نکته خیلی بر من جالبه حالا خب برنامه ساز نیست که خوش باشه واژگان رو بدونه حالا چجوری باید ادا کنه که یه مقدار دلنشین باشه اما داره درست تحلیل میکنه ببین یعنی چرت و پرت نمیگه بعضی یاد میدونی چرت و میگن مثل اون وعید خذاب یعنی اونم نه که خیلی شوت باشه ولی میدونی من یه جمله بگم ته قضیه است پارس پار اون ویدیو رو نمیتونم پخش کنم به خاطر ولی نکته که وجود داره یه چیزی بگم مثلا شما میری یه دونه گل میخوای بخری یه گل سرخ میخوای بگیری خب بعد یا به یارو میگه آقا یه دونه گل سرخ و حالا ازش میخوای که این گل سرخ و حسابی دورش این سبزه ها بزنه و دورش هم یه دونه رو این چیزا ببنده دیگه روبان های بزرگ و از این مشمعایی که دور گل میزنن اینجوری یه دونه الان شما خودکار بی که گله بعد بگو اینو آخه اینجوری کن یه دونه بعد دوتا تا بعد یارو میگه بسته دیگه یه دونه گل میگه بازم بده اوکی یکی دیگه یکی دیگه هم بده باشه یکی دیگه بازم بده اینم بیا اینم اینجا اوکی حالا همه این سبزه یه دونه گل اینا کارشون تو تحلیل اینه یه جمله رو میپیچونن بچه شیعه. یعنی واقعا رو مخ میرن یعنی به کار به جایی میرسن که فقط یعنی واقعا بهشون فوش خارمادر حرام لقمه ها همشون ملت سر کار گذاشتن با, 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 با حج... حجیمسازی سازی آقا یه دونه شاخه گل سرخ این همه بری چیز نداره دیگه سبز مبزه نداره دیگه این ای... کارشون اینجوریه کل دونه دیگه از این مثال ساله تر نمیتونستم بزنم یه دونه اونجا آقا ولی این آقای برهانی داره قشنگ تحلیل شست رفته میده حرفاش هم درسته و این اداره و مدیریت رو حتی در مورد آینده نتانیاهو داره درست میگه میگه خب بعید میرسه که دوباره بتونه به قدرت برسه اما این مارمولک کارای هم داره میکنه شاید بتونه حالا داره دلایلشو میاره دلایلش هم دلیل منطقی است حالا میشه نمیشه ولی داره تحلیل میده این خیلی نکته مهمیه جریان مذهبی تحلیل نمیده جریان مذهبی صرفا داره مالکشی میکنه صرفا داره حجویات میگه این اینجاست که مخ ما میرن انتخاب برای اسرائیلیش اینه که باش یاهو و این اداره و مدیریت رو در شرایط فعلی ادامه بده یعنی اینو محتمل پس میدونید یعنی در شرایطی در وضعیتی از وضعیت ها اگه بالاخره دستاوردی اسر... اسرائیل در جنگ به دست بیاره در نهایت و بتونه مثلا اوسراش رو آزاد بکنه و بتونه ضربه سختی به حماس بزنه نتانیاهو باقی بمونه این محتمل میدونید اینو درست میگم به نظرم احتمال رو افزایش میده یعنی واقعش اینه که من الان فکر میکنم که نسبت به اون تفلک بچه مذهبی الان سکته میکنن آی برهانی که قربونت برم اینا یه 148 روزه حالا امیدوار بودن بالاخره آستانه تحمل اقتصادی و خانواده گروگان ها و سربازای اسرائیل تموم بشه بعد یا یه تهش دیگه دخیل بسته بودن به سقوط دولت نتانیا و همین هم داره بعد از 48 روز میگه حالا آماده باشید دیگه دولت نتانیا هم قرار نیست سقوط کنه حرف اینه روزهای بعد از هفته اکتبر احتمالا ناتانیاهو الان در یه موقعیت بهتری باید باشه از این, از این نظر به هر حال ببین همین که الان گفت گفت بعد از هفتم اکتبر موقعیت نتانیاهو الان هم بهتره یه بار دیگه ها الان بعد به اون روزهای بعد از هفت اکتبر احتمالا ناتانیاهو الان در یه موقعیت بهتری باید باشه تحلیل من پس من پروپاگاندا نمی کنم و من. من کارم این نیستش بیام اینجا پروپاگاندا کنم همه این چیزهایی که من دارم در مورد نتانیاهو میگم واقعیت میدانیه بعضیا میگن خیلی جالبه بعضی از دوستان ما حالا پیام پیغام پس دادن اینا که حالا امید زیاد قش نکن طرف اسرائیل بابا بید. شما من امید دانا رو نمیشناسی خب چیکار کنم واقعیت میدانی نه دیگه یه بخشش هم نوع اجرای یوتیوبی دیگه بعد یه نوع اجرای خاص دانشگاه که صحبت نمیکنم که بخوام صرفا اکادمیک صحبت کنم فضای برنامه یوتیوب چون دو ساعت داریم اجرا میکنیم با یه دونه میکروفون و اینا بیننده خسته میشه من اگه بخوام اکادمیک صحبت کنم چی میگم خسته شدم مثل بقیه نوع اجرای رو میطلبه بستر بستر یوتیوبه اما من واقعیت دارم میگم چیکار کنم الان چون دل کسی نشکنه مثلا بیام چجوری الان بالانس کنیم خب آقا داره نتانیاه می کنه دارم اون واقعیت میدانی رو میگم خب این الان داره استاد دانشگاه تهرانم که خودش بچه مذهبیه خودش محور مقاربتیه خودش بچه قرآنیه خب این هم داره میگه این جملات منو داری میگه <applause> از, این، از, این، نظر به هر حال همین که الان قذر رو هرچند که از نظر, نظر نظامی نتونسته حماس رو نابود بکنه اما به هر حال حماس رو تونسته برونه تقریبا محدودش بکنه به منطقه رفح هرچند که حالا شمال و اینجا هم هنوزی خورده عملیات هست و خب موشکبارانش هم که تقریبا متوقف شده مشکباران هم و نیروهای دیگه به شهرهای اسرائیل و حالا چیز خیلی مهم هم اینه که در عمل قذر رو نابود کرده دیگه یعنی این رو اسرائیلیا هرچند نمیگن ولی حتما برای این یک ارزش قائلن مردم اسرائیل و افکار عمومی که مردم فلسطین مردم غزه در قبال اون زم اونا جنایتی که علیه اسرائیل کردن بهاشو پرداختن یعنی واقعیش اینه که الان ما صد هزار کشته و زخمی و ای که تقریبا کاملا نابود شده به جزی منطقه محدودی خب ببین حالا الان وزیر خذاب دوباره بهش فشار میاد اصلا دیتا داد دیگه گفتش که غزه رو نابود کرده حماس هم دیگه توانایی نداره توانایی حماس بسیار محدود کرده در چارچوب رفه حماس حتی دیگه نمیتونه یه شلیک راکت درست حسابی داشته باشه اوله شما چه جوری میبینید؟ با اجازه بکنم فرمایش بله اصلاح کن تو کالا اصلاح کن دیدی میگه فرمایشات ایشونو اصلاح کنی الان یعنی ماله بکشی دیگه چی میخوای بگی بگم چی میگی یه بار حالا همه کل این مصیبه میپره تو حرفای ایشونو میگه من اصلاح کنم و من نذاشتم چون عصب نداشتم چون اگر بیشتر پخش میکردم پرنسیبامو رد میکردم دیگه امشب در باب اونجای مامانش بیشتر صحبت میکردم دکتر رو... دیگه خب به خاطر خودشه که دیگه تحلیل نمیکنه ولی این یکیشو گوش کنیم ببین چه حالا اسلام میکنه مرسی آلبرت عزیز یه بخشی که ما تو برنامه راجوش تاکید داشتیم این که کامل ویران شده خیلی آسیب دیده ولی اینطور نیست واقعا غزه کامل ویران شده با... من بقیه‌اشو نذارم دیگه یعنی قشن با شعور بیننده بازی میکنه عزیزم کوری ما ترین تصاویر هر روز داریم نابودی چیه دیگه قربون شکلت برم دیگه نه اینکه که نابود آسیب دیده قزه یه بار دیگه بگو چی شده قزه جون امید بگو یه بار دیگه آن شده ما فرمایش های دکتر رو یه بخشی که ما تو برنامه راجعش تاکید داشتیم این که غزه کامل ویران شده خیلی آسیب دیده ولی اینطور نیست واقعا غزه کامل ویران شده باشه اینجا مهران مدیری میخواد که سریال درست کنه یارو مری بهش میگه 200 میلیون تا من میشه به من وام بدی گفت چقدر گفت 200 میلیون گفت نه ایزم 200 میلیون 200 میلیون من خودم یه بار میخواستم برم یه وام میلیاردی بگیرم تبخال داشتم نتونستم بگم 200 میلیارد برای همین به این وامو ندادم این خیلی این مهم بود نتونستم قشنگ قشنگ بعد بیاد مهران مدیری سریال درست کنه اینا رو مسخره کنه اون داره میگه آقا غزه نابود شده خب آقا این که دیگه میگه اصلا تحلیل نیاز داره اینکه تحلیل نداره که دیگه ویدیوهاش و اینا همه چیز داریم میبینیم 148 روز انواع و اقسام ویدیوها داره در میاد از غزه دیگه بعد این میگه دیگه نه غزه حالا نابود نشده آسیب دیده بله انتخابات هم نه ببینید تحریم که درست 60 درصد از نگاه خودمون شرکت نکردن اما ما پیروز شدیم نه اینکه امام حسین در حقیقت شمشیر را ببینید از همین انتخابات نگاه کنید دیگه پوفیوزه هر چی بشه میخوام بگم ما برنده ایم الان بهشون گیر بدیم اینا مثلا میگن نه آقا مگه امام حسین الان میرم تو اون خرد امام حسین هم هفته دو نفر بود هیچ هم محل بهش نداد میگه شمشیرم درست رفتو ولی ما پیروز شدیم پیروزی دیگه خون بر شمشیر بعد حکومت هم بهترین حکومت هم حکومت حضرت علیه دیگه حال درست چهار سال حکومت کرد حضرت علی درست تو این چهار سال سه تا جنگ بزرگ داشت حالا درست از قبال این سه تا جنگ بزرگ 120 هزار نفر از مردم عربی که نه کافر بودن نه دشمن خارجی بودن نه جز دش... جبهه به هر حال بیگانه و غیر اسلامی بودن کشته شدن بماند که در این چهار سال هم وزرای آقای علی انقدر اختلاس کردند که شرح ماجرا یک سوم نهج خود حضرت علی رو گرفته اما بهترین حکومت حکومت حضرت علی بوده <applause> آره ببین ما 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 درسته حالا تو انتخاباتمون کم شرکت کردیم ولی خب امام حسن هم تنها بود دیگه قربونت برم امام حسن هم جاتا حضرت نو حضرت نو هم این تفلک هم تو اقلیت بود حتی پسرش حرفشو گوش نکرد همش بزنید تو این خطا یعنی ه... هی شکستاتون و شکستاتون و هی پشت سر هم مالک الان نه نه قضه که خب نابود نشده که آسیب دیده ببین تا کجا شیعه میتونه احمق باشه قضه با خاک یکسان شده متعی میگه نه آسیب دیده حالا چجوری الان هم ثابت میکنه هم بت بگم بشینی پای حرفه ثابت هم میکنه میاد میگرده مثلا با ذره بین میگه ببین اینجا میبینی که تله خاکه میگیم آره میگه وسط اینا یه دونه خونه ببین سالمه یه خونه سالمه چند تا پنجرهش ریخته و یه خورده یه ور ساختمونش ریخته یه ورش مونده این یعنی آسیب دیده راستم میگه خب ما تمام ما پایید مفاهیم رو با هم دیگه مشکل داریم از نگاه ایشون قضه آسیب دیده از نگاه ما قضه با خاک یکسان شده زیر ما مثلا در نگاه ما میگیم آقا اگه در جای شما زیر زیر ساختای یک شهر رو بزنی یک مجموعی رو بزنی زیر ساختا از بین بره اینا اونجا نابود شده این تعریف ما از نابودیه تعریف اینا از نابودی اینه که نه اگه زیر ساخت رو زدن خیلی جام با خاک یکسان شده یه ساختمون هم اگه یه نیمه برف ای باشد نیمه بالاخره ای باشد این یعنی آسیب دیده مرسی وارتن عزیز مرسی ادامه اما اینکه که صد هزار تا کشته و زخمی هست زیر ساختای تخریب شده آه. زیر هم تخریب شده یعنی کلا زیر به نظر کلش خراب نشده اوکی همین الان حملات سنگین و بسیار کشنده جنگنده اوکی الان میرم آمارش هم میگیرم یه آیتم دیگه اینجا داریم این آیتم هم گوش کنیم اینم جالبه بله اینجا برد. این اگه نکته در واقع خاصی به نظر تو میاد در مورد شرط داخلی یه کابین جنگ اسرائیل هم بفهم. بله. <تصح> خدمتون هر داخل کابینه جنگ خب بعد از این که این کابینه به اصطلاح تشکیل شد و آقای گانس و آقای آیزنکوت پیوستن بعد از مدتی خب صحبت از اختلافات بود و صحبت حتی از این خب در کابینه جنگ داره صحبت میکنه خب یکی دیگر تخم مرغایی که اینا چیده بودن در کابینه جنگ اسرائیل دعوا بشه امیدوار بودن یه دعوایی اونجا بشه که تفلک آقای برهانی چون ما تو این 148 روز که گلمون پاره شده داریم میگیم نتانیاهو داره موفق میشه فلا میشه اینا خب حالا به بعضی فکر میکنن که ما داریم چیز میکنیم پول گرفتیم من نتانیاهو خدا رو شکر یکی از این محور مقاربتی ها بالاخره یه قرده برای 148 روز جرعت کرده راستش رو به اینا بگه بگو ببینم عیزن وضعیت کابینه جنگ چیه قشنگ عیزان بچه ازباللهی گوش کنه ببینن آقای برهانی که در تهران نشسته چی میگه بود که گانس بسیار ناراحته نمیدونم گانس با نتانیاهو سلام علیک نمیکنه و حتی صحبت از این هست که جدا بشه ولی الان اگر من اشتباه نکنم من ظرف این چند هفته اخیر خیلی دیگه و حرفی از اون اختلافات نشنیدم که مثلا اون اختلافاتی که قبلا آدم میشنید بزا تصور میکنم که یک شرایط پایدارتری نسبت به گذشته داشته با. این داره آتیش میزنه بچه نمیفهمه خودشم تفلک داره دیتای منطقی میده با لکنت زبانم داره میگه ولی آتیششون میزنه الان حالا <applause> مطمئن خیلی نیستم ولی تصورم از داستان این هست بله تصورم تصورم از داستان اینه که مشکلات تو کابینه جنگ اسرائیل هم حل شده نتانیاهو هم موفق شده غزه با خاک یکسان کرده آقای برهانی اینا رو گفت تو این صحبت که حرفای ما بود حالا وحید خساب دوباره الان دست پاش خیلی میلرزه میخواد م... تکسیب کنه بسیار خوش شما اون اضافه کنم فکر می‌کنم نه <applause> یک مقداری اون درگیری‌هاشون هم چنان حس شبای قبل یه صحبت <applause> آره. آره مثلا تو اون شب این نشسته بوده به نیگانس گفته نتانیاو گفته چیه گفته خانومت به لباس خانوم من یه خورده حسادت می‌کنه یعنی من نمیدونم وعید 148 روز دلغک همین چیزا رو میرید به اون تفلک خامنه یا ای میگید این مرتیکر رو اسکل کردید یعنی 148 شبه هی hey داری حرف میزنی 148 بابا حداقل مثل ملا تریاکی با اینکه تریاکیه اما دمش گرم فهمی جنگ اسرائیل میدان بازیش نیست دومش گذاشت رو کولش رفت <تصفح> خب خفه شو برادر من 148 شبه داری مزخرف میگی یه کارشناس حالا از دستتون در رفته. یه کارشناس اولی داره حرف درست میزنه. من کل صحبتاشو گوش کردم 90 درصد حرفاش که اصلا هم نظرم با این کارشناسشون اون 10 درصد هم اختلاف نظر دارم نه اینکه اون هزیون بگه بعد این وعید خضا به پوفیوز به باسن نجور هرچی اون میگه میبره وسط میخواد من یه نکته اضافه کنم نکته داره که چجور میگه <laughs> اون میگه که کابینه جنگشون آشتی های وعید خضا با داشته باشه تو خدا من <laughs> اضافه کنم فکر کنم نه یک مقداری اون درگیری هاشون هم چنان هست باز شبای قبل یه صحبتی کردیم که حتی بحث اینکه دروغ سنج وصل کنن که این خبرها از کجا داره درس میکنه و اون نامه آیزنکوت که چند وقت آره آره, تشت... آره 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 حالا آره دیگه میزنه تو خط دیگه دوباره شاخ و برگ دادن ببین ایزم اینکه تو چی میگی من چی میگم که ملاک نیست <تصفح> اینکه تو من تو اتاق تو استودیو من یه ببین یه توی اتاق خوابم یه استودیو درست کردم شب به شب میشنم اینجا حرف میزنم شما اونجا با کلی پول نفت ملت ایران استودیو آنچنانی داری یا چند نفر تو استودیو تن نه تو مهمه چی میگی نه من حرفی مهمه که پشتوانه واقعیت میدانی داشته باشه حالا تو اگه چهارتا تا چرتا بگی چهار تا این بچه از الله یا هم خر بشن که خب ایراد نداره ولی من به نظرم اون دروغ که میگی به خود شماها باید بس کنن که ببینی شماها واقعا ما سر کار گذاشتید یا اینکه نه خودتون هم مثلا واقعا باور دارید به این چرتا پرتاتون ولو به اینکه ولو به اینکه عمیقا اعتقاد دارم که اگر دروغ سنج رو به یک بچه شیعه وصل کنی و بهش بگی نظر در مورد امام زمان چیه واقعا اعتقاد داری یا نه بعد اون میگه من واقعا اعتقاد دارم بعد من به نظرم این دروغ سنج منفجر میشه یعنی عمیقا اعتقاد دارم شما شیعیان باستن نشور و البته محور مقاربتی و البته بچه قرآنی که شکم استادهای در حقیقت قاریان قرآن روی گودی کمرتون بارها خوابیده من به عمیقا اعتقاد دارم شما خیلی هاتون هم دارید فیلم بازی میکنید یه فرقه هستید میدونینم هم چرتا پرت میگیرا ولی دیگه جزی از هویتتون شده مثل معتادی که میدونه تریاک بده ولی میکشه حالا تریاک میگیم هروئین یا هرچی مثل معتادی که میدونه مواد بده ولی معریضه به من معتاد دیگه اعتیاد داره به مواد شما هم اعتیاد دارید به این چرت و پرتای حسین بازی و اینا وگرنه میدونی نه حسین مثلا چیز مهمیه نه امام زمانی وجود داره اینا من رخصنجو به شما واسه کنن منفجر میشه این از این قضیه آیتم صحبت هم تموم شد که اینا رو بخوایم بزنیم گفتیم یه بررسی کنیم برام جالب بود بالاخره یه کارشناسی آورده بودن تمام حرفها و تحلیل هایی که ما داریم بیان می در برنامه روده است از زبان یک استاد دانشگاه هوادار محور مقاربت در میاد همین الانم هم که با شما دارم صحبت می از یک ساعت پیش نیروی هوایی ارتش اسرائیل خانیونس رو داره شخ میزنه. چهل نقطه در خان یونس بمباران شد همین الان به شدت جنگ شدیدی در خان یونس حتی به صورت هوایی شکل گرفته چون امروز گفتم بهتون در خان یونس اینا تله گذاشتن سه سرباز اسرائیلی کشته شد و نه سرباز به شدت زخمی شدن که احتمال مرگشون هم هست و اسرائیل تصمیم گرفته خان یونس رو الان با خاک یکسان کنه به چل نقطه در خان یونس حمله شدید داره میکنه این از این قضیه تا فردا شب که ببینیم که داستان چی البته فردا برنامه های عادی مونه اصلا فکر نکنم سنگین باشه برنامه های عادی فردامون روی 12 13 تا 14 تا 15 16 تا برنامه 12 13 14 15 16 روی این هولوش ما برنامه های فردا رو میبندیم و از طریق سایت توییچ در خدمتتونیم و خب تیکه تیکه برنامه ها یک کی پس از دیگری در طول هفته بر روی خروجی کانال یوتیوبمون قرار میگیره دمتون گرم نمیشد با من بودی از جناب دولتچه جناب پارسا بانو چیستا و محسن شیخی عزیزم تشکر میکنم از عزیزانی که استیکر گرفتن وارتان عزیز پاندایی گرامی آلبرت و میکائیل و جناب حمید دمتون گرم زنده باشید خیلی حال دادید و پاینده ایران تا و خوشحالم که وقتتون رو تلف نکردین تو این 148 شب دیگه یعنی داره ثابت میشه که تحلیل ها تا چه میزان یعنی برای خود خود من خیلی خوشحالم که نگاه ما به مسئله میدانی جنگ اسرائیل انقدر منطقی و میدانی بوده بدون پروپاگاندا البته خب نوع اجرا در یوتیوب میطلبد که شما یه جا هیجان بدی یه جا برجسته کنی یه جا شلوغ کاری کنی ولی اصل مطلب انقدر اکادمیک و واقعی بیان شده از طریق تیریبون روده است که دیگه در سطح دانشگاهی در خود ایران هم دارن اذعان میکنن به چیزهایی که ما 145 ماه داریم میگیم بعد از پنج ماه دیگه داره از زبانهای خودشون از آن داده میشه و این خیلی نکته مهمیه خب دیگه نزدیک نوروز هم که خواهیم بود حتما کار، کارزار بزرگ و پویش بزرگ و کمپین بزرگ قرآن زدائی هم در خدمتتونیم آماده باشن دوستان برای صفرهای هفتین که فیلم ها رو بعد بگیریم و قرآن رو زدایش کنیم حتی اگه با من هم مخالفید بگم بهتون این یه حرکت ملیه گور بابای امید دانا اصلا تو ویدیو هم میتونید بگید تو ویدیو بگیرید از سفره هفتین بگیر آی دانا اصلا آقام نه امید دانا ما با تا زیاد موافق هم نیستیم خوشم هم, هم نمیاد از ولی این کمپینت خداییش مردانه هر حساب میکنیم کار درستیه و وجدان ایرانیمون قبول نکرد که نیاییم بنابراین اصلا آی امید دانا لعنت بر پدرت ولی من به کمپین قرآن زدایی لبک میگم شرکت میکنم و قرآن از هفتینم بر میدارم این, این نکته خیلی مهمه یعنی اصلا مسئله شخصی نکنید نگاه نگاه ملیه هیچ کس دیگه یه یعنی تیم رو دست که همچین شهامتی نکرده که جلوی دوربین خودشو نشون بده بگه آقا کمپین قرآن زدایی از هفتی بنابراین اگه واقعا وطن پرستی اما خوشت نمیاد تو ویدیوت حتی بگو گور بابا میده دانا من بی پدر و مادرم که اون ویدیو رو پخش نکنم به ایران هم قسم ویدیویی که به شخص من توهین بشه اما ورود بکنه به کمپین پخش خواهد شد حتی دیگه حالا فوش خارواده رو رکیک ندید دیگه درده که آقا ما مخالفیم با چون بشه پخشش کرد دیگه ولی مهم مسئله است. این حرکت قرآن زدایی از هفت یک حرکت است. پس بنابراین به این قضیه نگاه نکنید که آقا امید دانا گفته اینا اصلا بگید ما مخالف امید دانه ولی شرکت کنید بذارید که یک بار ما ایرانیا وارد ای کارهای درست بشیم این مسخره بازی های اپوزیسیون بازی و بازی های سیاسی بی سراته که یه ادر جیبشون رو پر پول کنه در راستای فاند بگیری و اینا رو ولش کن اینا اینا این اپوزیسیون چلو چهار سال از لس آنجلس بلند میشن میرن مکه که حج واجبشون رو چیز کنن خود آقای رضا پهلوی با مادر گرامیشون مادرشون از پاریس آقای رضا پهلوی از واشنگتن رفتن عربستان ریاض که پول بگیرن از استخبارات اونجا دعواشون میشه بین خودشون و خانم گلستان و آقای رضا پیرزاده بعد دعواشون میشه رضا پیرزاده و خانم گلستان از ریاض برمیگردن پاریس چون خونهشون پاریسه آقای رضا پهلوی و مادرشون که به جای که برگردن خونشون مادر گرامی میگه که ما باید بریم یه دعایی بخونیم بالاخره یه زیارتی بکنیم بالا همیشه هم میرن مکه میرن مکه و میرن کعبه و دور اون کعبه آقای رضا پهلوی احرام میبنده و راه میرن فیلم حداقل هتلشون جلوی کعبه وجود داره این که دیگه موبایلشون رو زدن فیلمش هم وجود داره فیلمش هم که در کف مجازی همین گروه عدالت علی منتشر کرده بنابراین این اپوزیسیون فرضیت شینه با منم مخالفی هوادار رضا پهلوی باشه ایرادی نداره این کمپین قرآن زدائی یک وظیفه ملیست یک وظیفه ملی است از خودتون رو آماده کنید که با آغاز سال نو و نوروز باستانی ما کمپین قرآن زدائی رو استارت میزنیم شب و روزگار خوش دمتون گرم پاینده ایران و بدرود کوچیکم